سلام به شما، امیدوار هستم که خوب و سرحال باشین. ما شما درس عملی چرا کار میکنیم احراز هویت. شما ببینید که ما در بحث پاسورد روی دیوایس های سیسکو انواع پاسورد داریم که از جمله پاسورد هایی که هست عبارت هست از انیبل پاسورد، پاسورد است، سیکرت پاسورد است، و همچنان کنسول پاسورد است، و هم تلنت پاسورد است. انواع پاسورد ها را ما شما داریم. که هر کدام از اینا خصوصیات خود داره. فرضاً انیبل پاسورد خیلی از امنیت بالا برخوردار نیست، امنیتش ضعیف است، و همچنان پاسورد سیکریت که از به شکل سیکریت است یه امنیت بهتر برخوردار است. کنسول پاسورد هم برای پورد کنسول استفاده میشه که ما میتونیم از استفاده بکنیم برای پاسورد دادن پورت های کنسول، و همچنان تلنت پاسورد هم کسی اگر بخواهی از رای دور به دوایس های ما دسترسی پیدا بکنن در اون صورت ازش پاسورد بخواهیم. اینا کلان پاسورد های هستن که پاسورد های خیلی ساده و ضعیف است، اما در مقابل چی هم مقاومت نداره. در مقابل به اتیگ و فرزن فراد فورس و به دکشنری هندل دکشنری خیلی مقاوم نیستن، و ما میتونیم که به جای از روش های دیگه ای که ای برای ما چی میکنه مهیا میکنه استفاده میکنیم و دیتابیس بسازیم، و در داخل دیتابیس میشه که ما شما برای هر کس یوزرنیم و پاسورد سید بکنیم، و هر کس اگر داخل سیستم ما شد ازش پاسورد و چی بخواید یوزرنیم بخواید که او کمی از امنیتی بهتر برخورداره. و او را که ما در درس های قبلی دیدیم گفتیم که یه وقتی این روش ما اجرا میکنیم هم به دو شکل صورت میگیره، یکی به شکل چی میباشه، یکش به شکل محلی میباشه که ما دیتابیس محلی رو ساخته میتونیم، و چون یک کمی وقتی نتورک ما خورد است از یک راوتر دو راوتر استفاده میکنیم در صورت روش مناسبه، اما اگر تعداد راوتر ما زیاد باشه در صورت روش مناسب نیست. و روش مناسب تر دیگه و نامی چی است که ما یک دیتابیس به یک سرور خارجی بسازیم و دیتا ها رو در اونجا ذخیره کنیم تا اگر خواستیم تغییرات بیاریم در اونجا آسان است، هم تنظیماتش آسانه و هم کنترلش آسانه. به اون لحاظ یک روش بهتر است. خب حالا ما اینجا شما میبینیم که ما به هر مود کس از خود پریویلیج خاص داره، امتیازات خود داره. فرضاً در مود یوزر که توسطی چی نشان داده میشه این مود یوزر است، ولی اینجا ما صلاحیت خاص نداریم، اما در داخل مود پریویلیج که بیایید اینجا ما صلاحیت زیادتری داریم، میتونیم کارهای زیادتر اجرا بکنیم. فرضاً ما در مود پریویلیج میتونیم که اینجا شما پاسورد سید بکنید، فرضاً کانفیگ ترمینال میکنم، و در اینجا ما شما چی اینیبل پاسورد را سید میکنیم، فرضاً 1 2 3. به این شکل یک پاسورد داریم. هرگاه ما از اینجا خارج شویم و از اینجا میزیر بکنم، وقتی ما بخوایم اینیبل بکنم از ما چی بخواهیم؟ پاسورد بخواهیم. 1 2 3 میذاریم و بر ما اجازه میکرد تا در چی برم؟ بخش پریویلیج برم. این نو پاسورد که به نام پاسورد انیبل یاد میشه خیلی سیکیور نیست. بخاطر چی سیکیور نیست؟ که پاسورد به شکل که هست سیف میکنه، به شکل تکست ساده سیف میکنه. فرضاً اگر من شورن بکنم حافظه موقتی رو ببینم، در اینجا ببینیم که انیبل پاسورد 1 2 3. اگر کسی رو بخواه ببینه آسان است، شورن میکنه و میتونه که پاسورد ما شما رو ببینه و به شکلی که ما داده بودیم به اون شکل وجود داره و هیچ چی نشده، این کدام تغییرات درش نورده به کد تبدیل نشده، سیکرت جور نشده.
خب این خیلی سکیور نیست، به خاطر از استفاده بیشتر نمیشه. و ما میریم روش دیگه ای است که ما در سیکرت پاسورد میتونیم که چی کنیم سیت بکنیم، نوشته میکنیم که اینیبل سیکرت یا فرزند ما سی سی این ای پاسورد شده بودم به این شکل هرگاه از اینجا اگزیر شدم برای ما اگر داخل پس اینیبل بکنیم از ما پاسورد میخوایم. خب سی سی این ای رو مطال میکنم برای ما اجازه میتر که چیشون داخل سیستم شدم و در مورد پریویلیج برای ما امتیازات خاصی وجود داره که اینجا انجام بتونم. خب حالا اگر ما شروع رن بکنم شما ببینید که نیبل سیکرر ما چی شده؟ پاسوردی که من برش داده بودم سی سی این ای بود به توی یک کود تبدیل شده که هر شده و یک چیزی است که غیر بی‌معنی هست و اگر کسی رو بفهمه یا ببینه هم چیز ازش برداشت نمیکنه، چون به شکل کود تبدیل شده و یکم سیکیور تر. اما این هم روش هایی داره که میشه هیک شده و خیلی سیکیور نمیباشه. پاسورد چی ما رو میبینید اینجا که نیبل پاسورد ما رو به شکلی که وجود داشت یک دو سه بود نشان داده، اما سینه رو به این شکل نشان داده که چی هستی سیکیور تر است. به این شکل شما میتونید که از نیبل استفاده نکنید چون پاسورد پایین تری داره، میتونید از سیکرت استفاده کنید که چی بهتر داره. و موضوع دیگه این که ما میتونیم پورت کنسول پیش از اینکه ما داخل راوتر شویم از ما پاسورد بخواید. حالا اگر شما اینجا مگزیر بکنم ببینیم که ما داخل راوتر هستیم هیچ گونه چیزی هم وجود نداره اینجا که از ما پرسان بکنه که در مورد یوزر چی گونه آمدی در اینیبل مورد ما هستم اینجا میتونم چی کنم اینیبل بکنم و سی سی این ار بزنم و داخل مورد پرویز شوم. اما ما طوری تنظیم میکنم که هیچ مرا نمانه که در این مورد چی شوم وارد شوم. پس کنفیگ ترمینال میکنیم و در اینجا میری در داخل لائن کنسول از زیرو میگیری داخل پورت کنسول میشی و برش پاسورد میتی، فرضاً پاسورد میتی برش 1 2 3 4 5 و ایرم چی میکنی؟ لاگین میکنی. لاگین میکنی. اگر ما برش پاسورد بتونم و لاگین نکنم به این معنی که من پاسورد برش دادم اما پاسورد من غیر فعاله و مثل زی هست که ما کسی را دمی دروازه بشانیم برای گارد باشه یا پیره‌دار و برش نگوییم اگر کسی آمد ازش تلاشی بگیره. هرگاه ما کلمه لاگین رو میزنیم به این معنی که به اون شخص میگیم که هر کسی آمد ازش تلاشی بکن و بدون تلاشی نمان. این گارد هست اما فعال نیست. در اینجا مگر ما لاگین نتیم برش پاسورد ما هست اما فعال نیست. پس اگر ما از اینجا اگزیر شوم و ببینیم که پیش از این ما داخل راوتر شوم از من پاسورد میخواید و ما باید پاسورد 1 2 3 4 5 بزنم تا داخل اینیبل مود شم. داخل اینیبل مود که آمدم از اینجا اگر بخوایم بیشتر برم در مود پرویلیج بازم پاسورد سی باید بزنم که تا داخل چی شم داخل راوتر شم. البته شما دیدین که ما دو پاسورد سیت کرده بودیم، یکش اینیبل بود و یکی دیگه هم سیکرت. چرا اینیبل از ما نخواست که در اینجا؟ چون پاسورد سیکریت که است امتیازش بیشتر از اینیبل. هرگاه ما اینیبل و سیکریت هر دویش داشته باشیم باز در صورت اینیبل از ما نمیخواهیم چون او امنیت کمتر برخوردار داره و پاسورد سیکریت که است از او چیرگی داره به شکل کانفیگ ترمینال. و هرگاه ما بخواهی که پاسورد ها رو چی کنیم غیر فعال بسازیم در صورت کافی است فقط نو نوشته کنیم و پاسورد غیر فعال میشه. فرضاً نو اینیبل پاسورد به این شکل پاسورد ما غیر فعال میشه و همچنان نو سیکرت نو اینیبل سیکرت به این شکل پاسورد سیکرت ما چی شد؟ اینیبل شد. اگر من از اینجا خارج شوم اگزیت شوم دوباره داخل شوم پاسورد کنسول از ما میخواد، اما از اینیبل اگر ما بخوایم داخل پرویلیج برم باز از ما کام پاسورد نمیخواد چون ما پاسورد که داده بودیم از اینجا پس ریموف کردیم. و همینطور کانفیگ ترمینال
و اگر بخوای پاسپورت چی را کنسول چی کنی از بین ببری، اینجا فقط نو پاسپورت میگیری، خلاص به شکل پاسپورت چی میشه دلیت میشه. اگر من از اینجا اگزیت بکنم و ببینیم که هیچ پاسپورتی از من نخواست، در مورد چی من راحت آمدم در مورد یوزر داخل شدم و هیچ پاسپورتی نخواست، اگر اینیبل بکنم من در مورد پریویلیج برم و هیچ پاسپورتی از من نمیخواید. اما میشه که ما شما یک لوکل چی بسازیم به شکل برای هر یوزر چی کنیم، یک اکاونت بسازیم، مثل که یک دیتابیس محلی هست و هر کس اگر خواست داخل شود از این شکل چی بخواید، یوزرنیم شه بخواید و همچنان ازش پاسورد بخواید. خب یوزرنیم شه، من یوزرنیم نوشته میکنم و نام نفر فرزن HR است یا ادمین است یا هر چی باشه، فرزن ادمین میگیریم به این شکل. و برایش چی میکنیم؟ یک پاسورد هم سید میکنیم، یک دو سه. به این شکل ما شما میتاریم که برای یک کس چی کنیم؟ پاسورد سید میکنیم، من شورن بکنم به این شکل برای ما نشان میده که یک یوزر هست به نامی ادمین و پاسوردش هم هست چی؟ یعنی پاسوردش هست کانفیگ ترمینال میکنم و این دفعه یوزر نیم میگیرم HR و پاسوردش هم میگیرم 1345 به شکل. اگر بازم مشهور هم شو چی بکنم؟ بخشیم که شورن بکنم برای من باز چه نشان میده. میبینیم که دیتابیس برای من نشان میده، دیتابیس محلی. کانفیگ ترمینال هرگاه اگر ما یک دیتابیس محلی هست طریق ساختنش بازی که چطور ما ایر فعال میکنیم در سایه بعدی هست، فعلا ای فعال نیست در اینجا، فقط ما امتحانی کار کنیم چیزای ابتدایی شه و ما میتونیم که از چی یوزرنیم ادمین استفاده کنیم و برش سیکریت پاسورد بدی، سیکریت که به کد تبدیل شوه. فرضا برش میتونم سی سی ان ای به شکل میشه خوب اینجا گفته که شما نمیتونین که هر دوی شد داشته باشیم، هم پاسورد و هم چی داشته باشیم، سیکریت داشته باشیم. پس من این رو میگیرم نو میکنم به شکلی از بین رفت. حالا با دوباره برای یک سیکریت پاسورد که پاسورد سری هستید میدونم این دفعه بشه یه چی و حالا اگر من شروع بکنم برای من خواهد نشان داد یا نه، من میگم نشان نخواهد بده چون به سیکریت هست و به شکل ببینید که پاسورد ما را نشان نمیده بلکه به شکل چی نشان میده، بر سیکریت نشان میده و این را نشان نمیده که سی سی ان ای بود یا یک دو سی بود. به شکل برای هر کس یوزر نیم و چی ما میتونیم بسازیم، یوزر نیم و پاسورد که هر کس از خود، احمد از خود یوزر نیم داشته باشه پاسورد، محمود از خود، هر کسی از خود مشخصات داشته باشد تا امنیت شبکه های ما بالا بره. این درس های عملی بود که ما چطور میتونیم روی راوتر و سویچ ها چی کنیم، پاسورد ها را سیل بکنیم. پاسورد ها هم گفتیم که به 3 نو است که 3-4 نو است که اینیبل است، سیکریت است، کنسول است، از انترنت پاسورد است و اینیبل از امنیتی پایین تر برخورداره، اما سیکریت از امنیتی بهتر برخورداره و اینا یک روش های از پاسورد دادن که بسیار ساده هست و ضعیفه، اما روش بهتر از این است که ما برای هر کس یوزر نیم کریت بکنیم و پاسورد برش بیتیم و همچنان یوزر نیم پاسورد که ما برش میتیم وقتی یک سرور باشه و نام دیتابیس محلی یاد میشه، در خود راوتر اگر باشه، هرگاه در سرور اگر باشه به نام دیتابیس خارجی یاد میشه که در سرور وجود داره و شکل مرکزی یا سنترالایز وجود داره و کنترل و چیزش آسانه که برای شبکه‌های بزرگ کاربردی بهتری داره. خب به این شکل ما شما میتونیم که پاسورد ها را سیت بکنیم روی راوتر سویچ. اما اینکه ما چطور فعال بکنیم، ایر چطور فعال بکنیم و
دیتابیس های چیر فعال میکنیم محلی را در درس های بعدی انشاءالله ما شما خواد خواندیم. خب جلسه امروزی ما اینجا خاتمه میابم. تشکر از توجه شما، موفق و پیروز باشید.